حل به ما بده اگر کسی بخواد یاد بگیره این زبان ها رو چی کار بکنه آقای رویفه؟ عرض به خدمتتون که این سوال تیپیکی که همه از ما میپرسن که چجوری میشه چند زبانه شد، چجوری میشه زبان خوند. ببین ممکنه در مورد خیلی از علوم، مثلا شما وقتی سرما میخورید میرین پیش دکتر و دکتر یه نسخه برای شما تجویز میکنه که این قرص و این دارو این شربت رو بخور خوب میشی. اما بحث زبان اصلا بحث دارو نیست، یعنی بحثی نیست که یه فرمول کلی داشته باشه برای همه آدمایی که دارن زبان میخونن، کاملا متفاوته. یه طیف خیلی بزرگه، هر کسی یه نقطه ضعفی داره، یه نقطه قوتی داره. یه نفر بصریه، یه نفر با گوشش جلو میره، یه سری با دقیقاً همینطوره. یعنی اصلا هیچ قانون کلی وجود نداره. اما روی هم رفته در مورد چیزی که شما اولش فرمودین که زبان‌ها کلاً رو هم زبان‌ها خیلی خلاصه اگه من بخوام بگم به ریشه‌های مختلفی تقسیم میشن. مثلا این چیزی که شما فرمودید، مثلا یه زبان زبان دوم، این در صورتی که اون زبان‌ها فقط تو یه ریشه باشن. مثال آره، هند اروپایی مثلا، مثال وقتی که شما مثلا فرانسه رو خیلی خوب صحبت می‌کنین، بله مسلماً ایتالیایی یاد گرفتن برای شما خیلی ساده‌تر میشه. بله. اما شما مثلا فرانسه رو خیلی خوب صحبت می‌کنین، دلیل نداره که حالا چینی هم خیلی زود یاد بگیری. اصلا هیچ ربطی به هم نداره. من دقیقا خیلی سخت‌تره، خیلی، چون چینی اصلا خطش اندیشه نگاریه و این اندیشه نگاری بودنش، یعنی مثلا ما یه ر می‌نویسیم، ر تلفظش می‌کنیم، اما یه همچین چیزی تو چینی وجود نداره، چون چیزی وجود داره به نام اندیشه نگاری. یه خط می‌کشن نشون میدن، یعنی یعنی خرطوم، یه خط دیگه نشون یه خط دیگه می‌کشن یعنی آج، بعد خب مثلا یه خط دیگه یعنی حیوان. از این سه خط شما باید تشخیص بدی که یعنی فیل. عجب. چینی که شما فهمیدین مثل که خیلی هم دوست داری علاوه بر زبان ها هم نوشتنش هم خوندنش هم صحبت ببینید تحصیلات شما. بله تحصیلات عالیه. من کلا فوق لیسانس ادبیات فرانسه است و از بچگی من کلا با زبان بزرگ شدم و چون کار من ایجاد می‌کرده که حالا کار تور بوده و ایجاد می‌کرده که با صاحب زبونا یکی از اشعار معروف ویکتور هوگو رو بخون، لو تومبشو بخون بالا سر قبر دخترش، یا گفت تومبولن ایجو تونو بیان قبر سوا. خب شما بخون ببینم بود دیگه. نه بخون گرمی چینیشو بخون، فرانسه شو کم فرانسه خون. یه خورده اینجوری سپونتان حرف زدن برای من سخت، سپونتان حرف زدن برای من خورده سخت میشه، ولی خب بله هستش اینجوری واقعا. یه بوز زده آموشیه من نمیخوام خیلی وقت از دیگر بگیرم. آیا دو یه شعر کوتاه بخون برای ما ترجمه کن، یا یه متن قشنگی رو بخره. حالا فرانسه که تو گفتی یه زبان، اینو من بخونم تو ترجمه کن. اون فقط الا پخت کی الا پرسون سه سمپلمان مون کور کی با کوز دو توا. آخرش تلفظتون یه ذره اولش سه سمپلمان مون کور کی با باتر، این قلب من که داری میزنه. آره ا کوز دو توا، به خاطر تو. خب ترجمه کلش رو ترجمه کن دیگه. اولش لحظه تو خیلی خانم یه دختر پسری با هم نامزد کرده بودن. دختر خانم میگه که صدای در میاد، پسر نامزدش میگه عزیزم صدای در نیست، این صدای قلب منه که به عشق تو همچی داره میزنه که انگار داره یه دو کلمه صحبت کنید دیگه. والا je parle français plus facile comme la maternelle tout simplement. Oui. Alors, si vous voulez, je vais continuer jusqu'à demain matin. Ça, c'est en fait... Non, mais je vais vous dire que je vais vous faire un peu plus tard. Non, je vais vous dire que... Par exemple, chini, par exemple, c'est ce que j'ai dit. D'accord, quelle est la langue de votre langue? Je vous remercie que les langues de ma mère, les langues de français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'arabe, l'hollandais, le suédois, و چینی رو در حال حاضر دارم میخونم، پرتغالیه، انقدر این یه خورده هست، یعنی واقعا این آره. یکی یه جمله بگو، سلام و به همه چیزا بگو. سلام، السلام علیکم و رحمت الله. فارسی، فارسی داریم در مورد فوتبال هم صحبت میکنیم. فارسی درود، عربی سلام علیکم، عبری شلوم علیکم گم، اسپانیایی اولا، ایتالیایی سالوه، بونجورنو، بوناسر، حالا بسیاری به کنتکستش داره. فرانسه بونجور یا سالو، آلمانی هالو، دیگه چه دا؟ پرتغالی هم گفتی؟ سوئدی. سوئدی. اولا، سوئدی. هی، سوئدی هی، هی، یا سالا اسپنسکا. ببینید آقای امیر احمدی، این دلیل بر یادگیری زبان نیست یک جمله رو به چند تا زبان بگن. مهم اینه که بتونن سخنرانی کنن، مهم اینه متن بنویسن، مهم اینه که به صورت درست ترجمه کنن، که این دوستان مهارت کامل در این زمینه دارن. در غیر این صورت، برای مثال دختر من که 4 سالش است 40 تا زبان و یک جمله رو حفظ میکنه و میگه این دلیل بر یادگیری زبان نیست. مهم اینه که
چهار تا مهارت رو به صورت کامل به کار. کدوم چهار تا مهارت؟ چهار تا مهارت یعنی نوشتن، خوندن، صحبت کردن. دقیقاً. و اون چیزی که شما فرمودین در مورد عربستان مکه و مدینه، ببینید خیلی ها هستن که الان مثلا همه کسی که ممکنه تو تهران زندگی میکنن دیگه همه‌شون مثلا یه دونه آخشاموز خیروس رو نمیدونم یاخشیسن رو از ترکی بلدن. اینکه آدم یکی دو تا جمله رو از هر زبون بلد بشه. نه، اونا کاملا با مشتریاشون ارتباط برقرار میکنه و میتونن نیازاشون رو برطرف کنن. حالا من بعدا میگم. آقای 4 دقیقه وقت آقای شکرگزار. خب شما هم از خودتون بگید از فعالیتاتون، البته توضیح فرمودن. بله، سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، ایرانیان و فارسی زبانان در سرتاسر جهان. من محمد شکرگزار هستم، متولد 19 دی 64. از زمانی که 4 سالم بود بزرگترین رؤیای من، نمیگم هدف، رؤیای من یاد گرفتن زبانهای خارجی بود. زمانی که یکی میخواست سوپرمن بشه، یکی میخواست سوباسا بشه، من میخواستم زمانی که به سن 24-25 سالگی رسیدم 4 یا 5 زبان رو یاد بگیرم، بتونم حرف بزنم، بفهمم. از همون زمان رؤیا بود. یواش یواش وقتی که رفتم جلو، از سن 9-10 سالگی روی زبان کار کردم و اومدم جلو، مهارت‌های زبان آموزی رو ناخودآگاه یاد گرفتم. الان داریم با هم کار می‌کنیم، چند زبانگی داریم کار می‌کنیم. الان چند زبان شما بلدی؟ ترجیح نمی‌دم میگم رقم نگم، ولی خب داریم با آقای رایفر روی زبان 12 کار می‌کنیم. اما میگم من هیچ ادعایی ندارم، هیچ گونه ادعایی برای این ندارم که من بله همه این زبان‌ها رو مسلطم. حتی دکترای زبان فارسی هم نمی‌تونید شما بگید خب فلان کلمه رو بگو، نمیدونم چیه. بله راست. تهران چه معنی داره؟ فکر می‌کنید تو این کشور چند نفر بدونن معنی تهران چیه؟ ولی خب میتونم ارتباطات برقرار کنم، بخونم، بنویسم و از همه اینا مهم‌تر تئوری و طرح بدم که چگونه میشه توی مدت 3 یا 4 سال 4-5 تا زبان یاد گرفت. که جا داره از جناب استاد سیدم تشکر کنم، چون ما اخیراً یه سیستمی هم داریم با هم راه میندازیم در مورد پولیگلاتیزم یا گسترش چند زبانگی تو ایران، که چگونه میشه کسانی که دوست دارن واقعا چند زبان طول چند سال یاد بگیرن، ما براشون برنامه بریزیم. آقای شکرگزار با ملودی و پارسا و آقای عباسی هم صحبتایی داشته باشیم.